سلام، من فریبا هستم. به کانال فیلیس خیلی خوش اومدیم. توی آموزش امروز قراره با هم یاد بگیریم چه شکلی پاپری دختر درست کنیم توی سبک عروسک های روسیه. اگر دوست دارید سه تا سبک رو یاد بگیرید تا آخر ویدیو همراه من باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنید. بریم که با هم شروع کنیم. درست کردن این مدل تاپرها اول باید بیس بدنش رو درست کنیم و بعد جزئیات رو روش اضافه کنیم. من وزن این سایزی رو که میخواییم درست کنیم خدمتتون بگم. برای سرش 15 گرم خمیر میخواییم، بدنش 2 گرم، دستهاش هر کدوم 1 گرم و پاهاش هر کدوم 2 گرم. برای درست کردن هر قسمتش همه از تایلوس استفاده میکنم که تاپرم زودتر خشک شه. اول هم از قسمت بدنش شروع میکنم. پس یک مقدار به این 2 گرم خمید رنگ پوستم تایلوس میزنم، ورز میدم و بهش فرم میدم. حالا بهش فرم دایره میدم. بعد از اینکه همه خطاش از بین رفت بهش فرم اشک میدم. ببینید دیگه خطی نداره. برای فرم اشکم یا میتونید بذارید به این شکل روی میز کارتون و یک طرفش رو تیز کنید یا میتونید بندازید کنج دستتون و باز یک طرفش رو تیز کنید. بعد از اینکه به این شکل بهش فرم اشک دادیم یکم مسطحش میکنیم. مرحله بعدی سرش هست. دوباره بهش تایلوس میزنم و فرم میدم. بعد از اینکه فرم دایره بهش دادم یک مقدار فرم بیزی بهش میدم، خیلی کم به این شکل، و بعد مسطحش میکنم. یک چنین فرمی میشه. حالا نوبت پاهاش هست. بعد از اینکه بهش تایلوس دادیم و این شکلی فرم دایره دادیم، خیلی راحت این شکلی بهش فرم استوانه میدیم. یک کوچولو هم قسمت بالاش رو روبه تیزی میبریم. نیازید خیلی تیزه تیز بشه، ولی از اون حالت یک نواخت بودنم خارج بشه، یه ذره این بالا که میرسه حالت اشک دور داشته باشه. پس اول به این شکل استوانمون رو درست میکنیم و بعد یک کوچولو قسمت بالاش رو تیز میکنیم. و در نهایت دستش. بعد از اینکه به این شکل فرم دایره بهش دادم بهش کاملا فرم اشک میدم، یعنی بالاش باید کاملا تیز تیز باشه. حالا میخوایم قسمت های مختلف رو به هم بچسبونیم بجز دستش. پس اول این شکلی روی هم دیگه قرار میدم تا جاهاش برام مشخص بشه.
و بعد میچسبونه. برای دستاش اگر میخواید به این شکل نرمال بذارید که خب هیچی، ولی اگر میخواید فرم دار باشه همین اول بهش فرم بدین، برای که ما دستاشو الان نمیخواییم بچسبونیم، آخر آخر نصب میکنیم. اگر بخوایم همین شکلی بذاریم کنار تا همه کاراشو بکنیم و اینو بچسبونیم، چون تایلوس زدیم خوش میشه و آخر نمیتونیم بهش فرم بدیم، میشکنه. پس همین الان مثلا میخوام دستش یه خورده این شکلی به سمت بالا باشه، بهش فرمو میدم و میذارم کنار خشک بشه. ولی آخر آخر این دست ها آخرین مرحله ای هستش که نصب میشه، ولی اینا رو به همین شکلی که گذاشتیم با چسب خوراکی میچسبونیم. دامنش دو لایه است، لایه زیری سفیده و لایه روی آبی هستش. من اول سفید رو درست میکنم، پس با بردنه خمیرم رو به صورت یه مستطیل خیلی دراز و البته باید خیلی نازکش کنید که بیشتر حس پارچه بهتون بده. حالا با یه رول بور که به صورت دال بور هستش یک طرفش رو کات میکنم. بعد یک مقدار بهش نشاسته ذرت میزنم. و روی یک پد گلسازی لبه هاش رو نازک میکنم. حالا میتونید با استفاده از یک خلال یا یک سیخ چوبی توی این دالبورا رو به این شکل طرح بندازید. میتونید هم نندازید، این مرحلهش کاملا سلیقه‌ای هستش. حالا یک طرفش رو صاف میکنم و شروع میکنم به چین دادن. اگر نشاسته نزنید توی این مرحله که میخواید چین بدید اینا به هم دیگه میچسبه. یه قلمو برمیدارم و شروع میکنم چین دادن. یه چین رو درست میکنم و میرم سراغ بعدی. حدودا یه 6-7 تا چین برای این سایز عروسک اوکیه. یک طرفش رو اضافهش رو میبرم. خب حالا اینکه میخواید قد دامنتون چقدر باشه دیگه بستگی به سایز عروسکتون داره. جایی که به هم چسبی در یک مقدار بازش میکنم. الان من میخوام یک همچی قدی داشته باشه، انقدر کوتاه باشه. پس یه خلال یا یه ابزار رو به این شکل میذارم روی دامنم و لهش میکنم. اضافهش رو کات میکنم. قدش رو اندازه میزنم. اگر خیلی بلند بود دوباره کوتاه میکنم. یک مقدار بلنده هنوز براش. دوباره همون مرحله قبل رو تکرار میکنم. الان سایزش خوب، یک مقدار چسب میزنم میچسبم.
این شکل. حالا میریم سراغ دامن رویش. حالا دقیقاً مثل مراحل قبلی یه دامن دیگه با یه رنگ دیگه درست میکنیم، با این تفاوت که دیگه زیرشو دالور نمیکنیم، همجوری ساده میذاریم باشه. یه تیکه مستطیل بر خودم میبرم، قدش فعلا مهم نیست، میخوایم علامت بزنیم. بعد این شکلی میذارم روی بدنش، یک مقدار از یقش باید دیده باشه. بعد این شکلی فشار میدم محلی که به دامن رسیده خطش بیفته. بعد این شکلی علامت میزنم، میارمش پایین و از اون قسمت کوتاهش میکنم. پشت اینو چسب میزنم و میچسبونم. و بعد به این شکل اضافهش رو کات میکنیم. و بعد دامنش رو روش میچسبونیم. حالا یه نوار باریک برای روی این دامنش درست میکنیم. حالا توی این مرحله با رنگ پودری آبی لبه های لباسش رو یک مقدار سایه میزنم. و حالا با رنگ ژله‌ای سفید لبه دامنش رو یک مقدار دوندون می‌ندازیم که مثلا طرح لباسشه. حالا میتونید با یه خلال یا سوزن یا هر چیزی که یک مقدار تیز باشه این لبه یقش رو یه ذره دوندون کنید. به این شکل. بچه ها دستاش رو هم میتونید بچسبونید. به
این شکل. توی آموزش های قبلی بهتون آموزش خرس و تدی، توی آموزش بالون براتون خرس و خرگوش خیلی سایز کوچولو آموزشش رو گذاشتم، میتونید درست کنید و بذارید توی بغل این، یعنی انگار یه عروسکی دستش، اونجوری هم خیلی بامزه میشه. دستش رو هم میچسبونم. برای درست کردن کفشش یه خمیر خیلی کوچولو اندازه یه نخود گرد کنید و بعد دو طرفش رو تیز کنید. حالا به این شکل فرم نعل بهش بدید و بعد پرسش کنید. بعد از اینکه به این شکل روی پاهاش چسبوندین، یه تیکه دیگه خمیر سفید بردارید و روی میز کارتون بهش این شکلی فرم نوار خیلی باریک بدید و بعد ببرید، مثل این به این شکل روی کار بچسبونید. یه تیکه دیگه خمیر سفید باز میکنم و با یه کاتر گل خیلی ریز یا یه مالت، فرق نداره، یه گل کوچولو برای کنار لباسش درست میکنم. برای موهاش یه تیکه خمیر قهوه‌ای بردارید، گردش کنید و بهش فرم یه اشک خیلی بلند بدید. بعد از اینکه این فرم رو بهش دادید، با دستتون فشار بدید حسابی نازک بشه. حالا با استفاده از یه ابزار چاقویی به این شکل روش خط مو بندازید. حالا این قسمت تیزی رو به این شکل بندازید زیر سرش و بعد به این شکل این قسمت های پشت موهاش رو روی سرش بچسبونید، این قسمت های بیرون رو نه خیلی نچسبونید. چسبش جدا شد، اینجوری درست میکنم و دوباره چسب میزنم به سرش که به بدنش بچسبه. یه تیکه دیگه بردارید، همین کار رو باهاش انجام بدید. بعد از اینکه جاهاشون مشخص شد، اضافهش رو با یک کاتر کات میکنیم. باید صاف باشه. حالا با استفاده از این خمیری که اضافی اومده، یه نوار خیلی باریک درست میکنیم و قسمت جلوی موهاش میچسبیم. حالا دوباره سرش رو یه کوچولو چسب میزنم که بچسبه.
بالای موهاش قراره این شکلی درست کنیم و بچسبونیم. چند تا تیکه خمیر درست میکنم، مثلا 3 تا تیکه، این شکلی گردش میکنم و بعد دو طرفش رو چیز میکنم. حالا مسطحش میکنم. حالا به این شکل بهش شنیفور میدم. میتونید یه ذره تایم بدید خشک شه، بعد بچسبونید. یه دونه کوچیکترم درست میکنم و وسطش رو میچسبونم. حالا با رنگ پودری صورتی براش رژگونه میزنیم و با یه تیک خمیر مشکی دو تا چشم خیلی کوچولو براش درست میکنیم. بچه چشماش باید پایین باشه و نزدیک به هم. خیلی هم نزدیک نه، ولی نباید خیلی دور باشه از هم دیگه. به این شکل. بچه آموزشمون تموم شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. شما میتونید با یه ذره خلاقیت کلی از این عروسک ها با تم‌های مختلف اجرا کنید، لباساش رو تغییر بدید، مدل موهاش رو تغییر بدید، حتی سایزهاش و اینا رو میتونید برای روی کوکیاتون، کاپکیکاتون و دیواره کیکتون حتی استفاده کنید. فقط کافیه یکم با سایزش تغییر ایجاد کنید و خیلی راحت میتونید بر کاربردهای مختلف ازش استفاده کنید. خیلی دوستتون دارم. تا آموزش‌های بعدی، خدافظ.